سلام بچه ها، جلسه قبل نرم افزار گزبو رو با هم نصب کردیم. بریم که محیط جی آی رو با هم آشنا بشیم با گزینه هایی که در اختیارمون گذاشته. اساسا این توضیح رو من قبلش بدم که گزبو تشکیل شده از دو تا محیط. یه محیط جی آی دارید که مدل سازی ها رو انجام میدید و یه محیط ادیته که مدل ها رو اونجا ما میسازیم و از اونجا انتقالشون میدیم دوباره به محیط جی آی تا شبیه سازیش رو انجام بدیم. خب پارت اولمون اینه که توی بخش جی آی کار کنیم و ببینیم که چه قسمت هایی در اختیارمون گذاشته. همینجور که میبینید اساساً یه منو این بالا داریم، یه منو این پایینه و یه صفحه هم این سمت چپ قرار داره که سه تا تب داره. من از این گوشه شروع میکنم، میریم به سمت راست. این قسمت از سه تا تب تشکیل شده. تب اول تب ورد که میاد این جهان ما رو میسازه و ویژگی های این جهان رو میخواد اساساً تغییر بدیم و بگیم که چه ویژگی هایی داشته باشه. حالا این دنیا یه دنیای جی او آی داره. این دنیا اولین پارتش جی او آیی که داریم میبینیم و تنظیمات دوربینمونه که تو چه زاویه و مختصاتی قرار داره، که اگه من الان بچرخونم و دوباره روی این کلیک کنم اونجور که میبینید عددها عوض میشن. قسمت ترک ویژواله که داره اون ربات ما رو ترک میکنه و میخواد ببینه که مثلا با چه مختصات و چه شکلی ترک کنه. قسمت گرید داریم که این گرید بندی ها میخواد رنگ و شکلشون رو مشخص کنه. قسمت دوممون قسمت سنه که میاد بک‌گراند و حالا اون رنگ هایی که داره از نظر دیداری میاد واسه همون تنظیم میکنه، که حالا اینا رو باید عوض کنید و ببینید که با چه شرایطی بیشتر میتونید راحت تر تعامل کنید. حالا این گزینه هایی که هست، من قسمت های اصلیش رو بخوام بگم، یه اتمسفر دارید، میتونید دما، فشار هوا، چگالی هوا، اینا رو تعیین کنید. بچه ها این نرم افزار حرفه‌ایه و اساساً محیطی که دارید میسازید، پارامترهایی که داره تقریبا دنیای واقعیتون رو داره میسازه. برای همین نگید که مثلا دما چه تأثیری داره یا فشار هوا مثلا چقدر میتونه تأثیر بذاره. یه کواد میتونه دما روی خیلی چیزا و فشار هوا به شدت روی کاراش، روی پارامترهاش و اتفاقاتی که داره روی کنترلش رخ میده تأثیر بذاره. مسئله بعدی مسئله وزش باده که اینجا میتونید انیبل کنید. سرعتش و میزانش و جهتش و ایکس وای زد تعیین کنید به چه جهتی این باد به وزش شروع به وزش کنه. قسمت بعدی تو مدله که حالا چون مدلی ما اینجا نداریم غیر از گرند که زمین ماست، چیز دیگه ای رو نمایش نمیده. قسمت بعدی لایته که حالا اون خورشید ماست که داره نور میتابونه به این صفحه و محلش هم که اینجا قرار داره. این هم میتونید بیاین و بهش حالا به هر حال میزان تابشش رو نمیدونم مکانش و اینا رو تعیین کنید. همینجور که میبینید الان زاویه‌ای که داره دقیقا عموده و توی زد 10 قرار گرفته. این خورشیدی که الان اینجا داره نور به این صفحه میتابونه قرار داره. قسمت فیزیک هم حالا من همه رو توضیح دادم، اینم بگم قسمت فیزیک هم که داره میزان اولا گراویتی رو داره تعیین میکنه، جهت و میزانش رو، چون زمین 9.8 هم متر بر مجذور ثانیه به سمت منفی زد که البته میشه خب به سمت داخل. خب و بقیه تنظیمات هم مربوط به شبیه سازی که داره انجام میده، یعنی فریم این حالا سالور نمیدونم که الان مثلا چند بار در ثانیه مثلا این اتفاق رخ بده و کلن دیگه داره این سال این محیط شبیه ساز و تنظیماتش انجام میده. از اینجا که بگذریم وارد منوی اینزرت میشیم که اینجا میاد و حالا
احتمالا چیزی که شما الان دارید فقط میبینید این مدل .gazebo.org باشه که شما باش طرف هستید. بچه ها این مدل ها داره از اینترنت استفاده میکنه، یعنی اگه من یه حالا چیزی رو از اینجا کلیک کنم و بیارمش اینجا، یه قطعه ای رو حالا یا یه رباتی رو بیارم اینجا، داره از اینترنت استفاده میکنه. احیانا اگه که خواستید که این مدل ها دانلود بشه روی صفحتون، یعنی توی اون پنجره محل نصب نرم افزارتون این بخش ها کلون بشه، برمیگردیم. یادتونه یه جایی بود که من شما رو ارجاع دادم که گفتم که بعداً بهتون میگم این خط کجاست؟ اینجا بود. خب این خط رو اگه کپی کنید و بیاین رو توی ترمینالتون پیست کنید. خب این بچه یه نکته من بگم در مورد لینوکس، حالا چون پنجره باز شد من چون اینجا اجرا کردیم گزبو، هر اتفاقی توی گزبو رخ بده اینجا یه سری پیام ها میاره و هر زمان که خواستید یه چیزی که در حال اجرا شدن توی ترمینال هست و با کنترل سی میتونید ببندید، و الان من اگه کنترل سی بزنم این محیط گزبو بسته میشه. بعد کنترل آلت تی یه پنجره جدیدی از ترمینال باز شد، من اینو پیست کنم و اینتر میزنم و شروع میکنه کلونینگ این تو گزه رو. من کنترل سی میزنم اینو متوقف میکنم چون یه بار اینا رو دانلود کردم، حالا ترجیح میدم که دوباره این اتفاق نیفته و وقتمونم صرفه‌جویی بشه. خب یه سری پنجره های دیگه میبینید که حالا این پروژه هاییست که من قبلا انجام دادم، حالا من یه بار پاک کردم دوباره همراه با شما نصب کردم، ولی خب این رفته اونا رو شناسایی کرده. اگه شناسایی نکرد و یه سری فایل داشتید و مدلی خواستید اینجا ایمپورت کنید، اد پس میزنید و میرید اون فایلی که لازم هست رو به اینجا اد میکنید که مدل شما دوباره نمایش داده بشه. لایوت هم که هنوز چون مدلی نداریم هیچ لایه‌ای هم نداریم و فعلا اینجا خالی هست. خب قسمت بعدی که من میخوام واسهتون توضیح بدم، بذارید حالا من از اینجا بیایم تو این ورد، بذارید که مکعبی رو بیاریم اینجا بذاریم. خب بچه این چیزایی که اد کردم و میبینید توی مدل اضافه شدن، همینجور که میبینید یونیت باز بود اینا اضافه شدن به محیط ما و از این پنجره میتونید اولا این سه تا مدل های اصلی گزبو هن که این داره محیط رو میسازه، یعنی کره، یه استوانه و یه مکعب، از اینجا بچه ها میتونید این قطعه رو انتقال بدید روی بالا. خب که حالا میبینید افتاد، دلیلش هم اینه که این برنامه در حال ران شدنه، اگه اینو این بزنیم بفرستینش بالا این دیگه، ولی به محض اینکه شبیه ساز رو دوباره رام بکنیم، خب جاذبه ای که اونجا تعریف کردیم 9.8 متر بر مجذور ثانیه اینو به سمت پایین میکشه، به سمت زمینی که اینجا تعریف شده میکشه. برای چرخش این خطه میتونید از این گزینه استفاده کنید که میتونید اینا بهش زاویه اونا بدید، میتونید ابعادش رو تغییر بدید، بزرگ، کوچیک، هر کاری که بخواید میتونید انجام بدید و دکمه آندو داره که برمیگردونه، دکمه ریدو، میتونید خورشیدها و منابع نور دیگه ای رو تعریف کنید. یه سری گزینه هست اینجا، این که میتونید باهاش پرسپکتیو مدلتون تعیین کنید. کاش این دکمه رو نزده بودم. خب این بالا. خب جهت این که ما میتونیم محیطمون نگاه کنیم با اسکرول وسط موس، بچه ها میتونیم اون نگه دارید و با چرخوندنش میتونیم حرکت کنیم، با چپ کلید میتونیم انتقال پیدا بکنیم و با اسکرول کردن زوم این و زوم اوت رو خواهیم داشت. این آهن ربایی که میبینید میتونید باهاش قطعه ها رو جابجا کنید، یعنی من با کلید روی این و انتخاب محل میتونم اینو روی این قرار بدم، این اومد و روی این جعبه قرار گرفت. خب حالا من می‌کنم. خب نکته دیگه که بچه‌ها دارین توی این مدل وقتی اینو کلیک کنید میان اینجا میتونید
حالا تنظیمات مختلف اینجا رو ببینید، یعنی محل x y z زاویهش نسبت به x و y و z و حالا مشخصات دیگه ای که حالا کم کم وقتی جلوتر بریم باهاشون بیشتر آشنا بشیم. چهار تا گزینه این بالاست که اولا یه اسکرین شات میتونید بگیرید، میتونید فیلم برداری کنید، میتونید خروجی هاتون رو کرید پلات بزنید و اینجا خروجی هاتون رو حالا چون حالا رباتی نداریم الان چیزی واسه پلات کردن هم وجود نداره، میتونید دکمه دیتا لاگر رو بزنید و ریکورد کنید دیتا هایی که میخواین رو و حالا بیشتر و بعدا بیشتر با اینا آشنا خواهیم شد. این بود محیط جی او آی گزبو. حالا از این محیط که فاصله بگیریم این بالا میبینید که مدل ادیتورتون اینجاست و فکر میکنم که واسه این پارت بس باشه و قسمت بعدی حالا وارد محیط قسمت مدل ادیتور میشیم و حالا بیشتر توضیح میدم که چجوری میتونید مدلتون رو ادیت کنید و چه گزینه هایی برای تعریف جوینت لینک و قسمت های مختلف وجود داره، اینکه رنگش رو چجوری عوض کنید و حالا دیگر قسمت ها. بعد هم که بخوایم خارج بشیم دوباره میام اینجا اگزیت مود ادیتور رو میزنیم و دوباره برمیگردیم به محیط جی او آی. یه چیز حالا برای اینکه برای جلسه بعد که میخوایم شروع کنیم یکم دستتون را بیفته و این قسمت ها رو بتونید تمرین کنید و تأثیرات جاذبه و اینا رو تمرین کنید، بیاین اینجا واسه جلسه بعد و این تمرین رو انجام بدید. بیاین از قسمت مدل اینجا ربات های مختلفی بچه ها هست، اینا رو بیاریم تو صفحه ببینید هر کدوم از این ربات ها چیه. من حالا برای شروع این ترتل بات که ربات معروفی هم هست رو انتخاب میکنم و میارم اینجا. خب و میبینید که این ترتلبات ما اضافه شد بالا با اون چهره ای که داره. میتونید بیاین انتخاب کنید از این قسمت، بیاین بهش اعمال نیرو کنید. چرخ چپ داره دو چرخ راست. حالا من برای نمونه میام اینجا. خب همینجور که میبینید من اینا از حالات ران خارج کردم که یه دفعه با یه حرکت عجیب غریب نزنه، چون تا بیام به چپ اعمال کنم و به راست این شروع میکنه چرخیدن. خب بیاین اینجا من بهش مثلا 1/10 نیوتن متر گشتاور نیرو اعمال کنم. خب حالا من با ران کردن این ربات میبینید که شروع کرد به حرکت کردن، جهت اشتباهی هم شروع کرد حرکت کردن. خب اینا اگه بچرخونم به نظرتون درست میشه؟ خب بزنید الان این طرفی بزنید، من این همون طرفی داره میره. خب حالا گشتاور معکوسی که بود بهش اعمال شد و برگشت. خب بیاین و ربات های مختلف رو بیارین اینجا، بهشون نیروهای مختلف رو وارد کنید. اینکه ربات ما حالا از این صفحه خارج شد، اصلا رفت به در افق محو شد. بیاین با این گزینه ها کار کنید بچه ها، نورهای سفر رو قسمت های مختلف بذارید، یه سری ربات های عجیب غریب بذارید، ببینید وقتی ربات ها به هم برخورد میکنن، حالا مثلا این جعبه، مثلا یه جعبه بذارید ربات به اون برخورد بکنه، ببینید چه اتفاقی میفته. نمیدونم چی بود اینجا رد شد، چی شد یه دفعه اصلا. بعد بیاین ویژگی های صفحه جی او آی تون تنظیم کنید و با اینا کار کنید بچه ها تا دستتون را بیفته. اساسا توی محیط گزبو پارامترهای خیلی زیادی وجود داره و این کم کم این پارامترها زیاد میشن، برای همین نظرم اینه که تو همین استپی که هستید با همین چیزهای کوچیکی که هست، هرچند کوچولو هم کم شروع کنید وقت بذارید و تاثیر هر کدوم از این پارامترهای کوچیکی که گفتم همینا رو بیاین تو صفحتون ببینید و تو همین مراحل اولیه نذارید اینها روی هم انباشته بشن. فعلا این پارت رو تموم میکنیم تا قسمت بعد که ادیت مدل رو شروع کنیم. فعلا خسته نباشید بچه‌ها.